بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز 17 ماه ژانویه 2020 هست و برابر است با 27 دی ماه 1398، آخرین ماه، اولین ماه زمستون، و احتمالاً هر جایی که هستید سرد هست به جز این کالیفرنیای زیبا و فلوریدا. ما هم یک هفته نبودیم و رفتیم، هم فال بود، هم تماشا، هم دیداری با دوستان داشته باشیم، هم ببینیم که اوضاع چه خبر است. وقتی که از این واشنگتن دی زی، اینجا دی سی، دیستریکت آف کلمبیا، ما بهش میگیم دی زی برای که هر نوع گوشت و نخود و نمیدونم لوبیا و اینها که ببینی داخلش هست، تا چه آبگوشتی پخته بشه. یه دلیل دیگه که ما هر از گاهی میریم، مثلا نوامبر من رفتم، یه هفته باز نبودم اینجا، میریم و میایم، دلیلش دوستان طرفدار پادشاهی هستن و هوادار مجاهدین، چون اونها به ما میگن آقا شماها سنگ میندازید در راه آقا رضا پهلوی. میگیم خب ما یه هفته بریم و بیایم ببینیم آقا رضا پهلوی حالا که جاده توش سنگ نیست با چه سرعتی میره. اشکال اینه که این اگه برم چون بلد نیست میزنه به در و دیوار، بماند، هیچ اتفاقی نیفتاد. ما رفتیم باز مجاهدین همینطور، و جالبتر اینه که خود اونها هم هیچ برنامه و هیچ هدفی ندارن و فقط به دیگران حمله میکنن. بگذاریم، حالا ما باز اقلا نه سازمانی داریم، نه انجمنی داریم، نه بابامون شاه بوده. و ماجرای قاسم سلیمانی، من تا موقعی که اینجا بودم ندیدم جایی آقای رضا پهلوی در مورد قاسم سلیمانی چیزی نوشته باشه. اگر هست شما بفرستید ببینیم چی بوده، چه روزی، چون بعضی از اینها چند روز صبر میکنن ببینن که کی چی میگه، بعد بر اساس کی چی میگه اینها نظری رو میدن. امروز ساعت 3 قرار هست یا قرار بود که با آقای امیر حسین لادن باشیم. متاسفانه ایشون گفت که امروز اشکالی پیش آمده و مطمئن نیستن که بتونن با ما باشن یا نباشن، ولی برای ایشون تکست کردم، نوشتم که هر وقت شما بیای ما، یعنی اگر به اصطلاح مشکلات رفع شد با ما باشید، ما با شما خواهیم بود و موضوعات زیادی هست که مایل هستیم با این با دوستانی مانند آقای لادن صحبت کنیم. و اگر شما هم نظراتی دارید درباره ماجراهای روز، اینجا میگن current affair، یعنی جریانات، همون جریانات اخیر، چون این روزا هم اینقدر با سرعت میگذره که دیروز یه اتفاق افتاده شما فکر میکنید که ماها پیش بوده. الان همین قاسم سلیمانی رو ببینید، چند روز گذشته، یه هفته گذشته، 10 روز گذشته، فکر میکنید دیگه تموم شد و رفت. و جالب بود که بعد از 8 سال خامنه ای در این سرما بلند شد و رفت نماز جمعه رو اجرا کرد و همه منتظر بودن، نوشته ها بود، ویدیوها بود، آقای مجتبی واحدی، دیگران، که آقای خامنه ای هم با این تظاهرات و اعتصابات و درگیری ها و اینها بیاد و به مردم بگه صدای انقلاب شما رو شنیدم. ولی آخوندها هم پرروتر و هم تجربه دارتر از شاه بیچاره هستن. شاه بیچاره این آقای نصر رو یه نفر دیگه کاغذ رو نوشتن دادن دستش، اونم اومد خوند، وقتی هم خوند بعدش عصبانی شد، بلند شد گفت این چی بوده نوشتید، یکی نبود بهش بگی ما نوشتیم، شما چرا خوندی، شما که شاه مملکت هستی. که بعد اون داستانهایی که این مریض بوده و اصلا از 1 سال قبلش وقتی هم بعضی ها می رفتن ملاقاتش می گفتن که اصلا اون نشسته بوده اونجا، ولی یه دفعه زل می زده به کنار دیوار یا به پنجره و انگار گویی که ما اونجا نیستیم. بماند، حالا هرچی بود اون رفت و قاسم سلیمانی هم کشته شد و ترور شد و بعدش هم ایران خواست تلافی کنه که افتضاحی به بار آمد.
تلافی که کرد که خبرش رو به عراق داد، عراق هم به اونها گفتن، اونها تخلیه کردن، آمریکایی‌ها رفتن، اینم چند تا موشک زد ناکجا آباد و هیچ خبری نشد. ولی بیچاره عده‌ای که سوار هواپیمای اوکراینی بودن و گویا الان ایرانی ها خیلی اونجا میرن و میان، ایرانی های بیچاره هم یه مدت ترکیه میرن، یه مدت ارمنستان میرن، یه مدت هر جایی که بهشون ویزا نخواد و بتونن برن، پولشون هنوز کمی ارزش داشته باشه میرن اونجا. و ماجرای سقوط هواپیما سه روز اول همه تکذیب که ما نزدیم، اشکال فنی بوده، این بوده، اون بوده، و بالاخره سپاه اقرار کرد که اونها زدن. و بعدم روحانی گفت منم نیومدم زود بگم، وایسادم ببینم چیه، اون کارشناسان چیز کنن و اینها، ولی باید یکی بیاد جواب بده و اینها. میدونید که درگیری هست توی دولت بین سپاه و بین تندروا و بین اصلاح طلبان و اینها، و این ماجراها به نفع کی تموم میشه نمیدونم. نماز جمعه رو که نگاه کنید شما میبینید که روحانی قبل از اینکه خامنه ای سر از سجده برداره بلند میشه و میره، و کجا کار داره، چه کار داره، آیا این به عنوان بی احترامی به این بوده و هست نمیدونم. متن کامل خطبه های نماز جمعه رو من نشنیدم، نخوندم. شما اگر در اون مورد چیزی میدونید لطف کنید اینجا بنویسید و ما هم برای دوستان میخونیم. ولی موضوعات مهمی هست. موضوع اینه که همه میپرسن آقای آریانپور از یه دوستی نوشته بود آقا گیرم که اینا امشب رفتن، حالا یا همشون مردن. بله این آقای لادن هست، اجازه بدید که من ببینم چی نوشتم. آها نو بات اول ترات یوز اوکی، بله میگن که ممکنه بتونن با اون استفاده کنن، حالا ببینیم که دبل. پس فعلا 50-50 شانس این هست که با آقای امیر حسین لادن باشیم ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک یا 12 ظهر به وقت کالیفرنیا. بله کجا بودیم، چی میگفتیم؟ این آقای حسیبی یه دفعه گفت یه جایی یه دفعه یه چیزی نوشتم گذاشتم، نمیدونم کجاست، نمیدونم چی بوده، هر وقت پیداش کردم براتون میگم. این خطبه های نماز جمعه فکر کنم صفحه گویا بود که یک نوشته ای رو نوشته بود و من اون رو گذاشتم اینجا. متاسفانه وقتی این دوستان چیزی رو می نویسن و شما می خونید نمیدونید که داری نقل قول یا یعنی اصلش رو میخونی یا تفسیر اینها رو. حالا بذارید ببینیم که چی میگه. بله میگه در رفتن حسن روحانی وسط نماز جمعه به امامت علی خامنه ای. من وقتی اون قسمت رو دیدم خندم گرفت، گفتم لابد حتما مثلا بمبی گذاشتن قرار سر یه ساعتی پخش بشه، چون میدونید بمبی رو که گذاشته بودن توی اون دفتر حزب جمهوری اسلامی میگن یه عده قبلش بلند شدن رفتن، یعنی میدونستن که مثلا اون چه ساعتی قرار بمب منفجر بشه. میگه در رفتن حسن روحانی وسط نماز جمعه به امامت علی خامنه ای ویدیوشو گذاشتن و پیام کامبیز حسینی به خامنه ای بعد از امامت نماز جمعه. بذارید اینو بخونم، چون کامبیز حسینی میدونید که گوینده و مجری وایس آف امریکا بود که بعدن به دلیل اینکه فهمیدن دروغ نوشته بوده در اون به اصطلاح فرم های استخدامیش کردنش بیرون و خودش از کجا حالا پول داره و برنامه رو کجا. این روزا دیگه اصلا لازم نیست شما پول داشته باشی، شما یه فیسبوک درست میکنی میفرستی، یه دفعه میبینی یه جایی میفته که میلیون ها نفر میبینن، بستگی به شانست داره. ولی این دوستان همیشه شانسشون خوب بوده، بماند اون جای سوال هست. میگه که پیام کامبیز حسینی به خامنه ای بعد از امامت نماز جمعه. من صفحش رو نشون بدم که ما اقلا مثل دیگران نباشیم و اگر نقل قولی میکنیم و استنادی میکنیم، استناد با سند، مثلا خود کلمه استناد یعنی یه چیزی رو از یه سندی بگیم. میگه که خامنه ای که هی میگفت اون 100 نفری که عکس سلیمانی را پاره کردن مردم نیستند، اینا که میلیونی آمدن نماز جمعه به امامت خودش مردم هستند،
اگه راست میگه بذاره یه بار من بیام امامت نماز جمعه رو به عهده بگیرم ببینم چند میلیون میان، اگه بذاره ابی بیاد امامت نماز جمعه که دیگه ایران تعطیل میشه. خب تا اونجایی که من میدونم خامنه ای نگفته بود نماز جمعه، شاید امروز گفته، ولی گفته بود اینایی که عکس قاسم سلیمانی رو پاره کردن مردم نیستن، ولی اونایی که اومدن تشییع جنازه، حالا آقای کامبیز حسینی یا همینا عوض کرده که کار غلطیه، یا احتمالاً یه جای دیگه خامنه ای گفته اینایی که میان اینجا هستن. و جالبه، من یه سفر چند سال پیش رفتم کانادا و مهمون دوست اون بودم و این دوست من یک برادر خانمی داشت که ایشون رفته بود کانورت کرده بود، یعنی به دین خوب مسیحیت پیوسته بود و اینها هم مثل بهایی ها وظیفه‌شون اینه که تبلیغ کنن. شما فکر نکنید فقط اسلامی که میگه امر به معروف، همه دینا دارن. آقا اسلام کپی اون دیناست، اسلام هیچ چیز جدیدی نداره، هر چی شما فکر کنید جدیده بگید به من تو من براتون بیارم که یا از تورات گرفته یا از انجیل گرفته یا از کتابای مذهبی دیگه. پس هی نگید اسلام اسلام، همشون یه بوگند میدن. بمانه این دوست ما، حالا ما مثلا سه روز رفتیم خونه دوستمون میخوایم صحبت کنیم اینا، آمده تو آشپزخونه میگه که مثلا فردا صبح یه شنبه بیان بریم کلیسا. آقای کامبیز حسینی، من گفتم که من حرفای اینها رو صدها بار شنیدم، ولی اونا هستن که حرف ما رو نشنیدن. من به یه شرط میام که من هم اجازه داشته باشم 5 دقیقه صحبت کنم. گفت حالا بیا شاید تونستی. گفتم نه، 5 دقیقه رو من اول صحبت کنم که اگر اجازه ندادن را بیفتم بیام بیرون، که نشد چون اونا اجازه نمیدن. حالا آقای کامبیز حسینی دوست عزیز، شما تو همین برنامه های آمریکا به یکی از اینا بگو که من میخوام بیام صحبت کنم، ببین بهت اجازه میدن. نه آقا، اونایی که با زور قدرت رو گرفتن با زور قدرت رو نگه میدارن. یه چند روزی قبل از اینکه برم مسافرت رفتم مغازه یکی از دوستان ایرانی و اونجا یه دوست ایرانی دیگه هم نشسته بود و اون آقا گفت که من با وجودی که همسرم آمریکایی هست ولی بهش گفتم اگر روزی چنین بشه و چنان بشه بلند میشم میرم ایران اسلحه به دست میگیرم. گفتم آقا یعنی شما دیگه نشستی از اینم بدتر بشه؟ خب بلند شو برو، من حاضرم پول شما رو بدم، پول بلیط اسلحه هم تو شیراز برات تهیه کنم، برو بگیر، ولی میخوای چه کار کنی؟ بعدم حرفی که شما میزنی حرفی که مجاهدین میزنن، میگن آقا اسلحه های ما رو بدیم. خب اسلحه داشتی چه کار کردی؟ اسلحه هر کی بگیره، اصلا یه نوشته‌ای هم هست یه کمی بده، به طرف طعنه میزنن، میگن اگر با سر نیزه حکومت را گرفتی باید سر نیزه بشینی تا نگهش داری. حالا شما فکرش بکنید سر نیزه بشینی بقای حکومت رو نگه داری. این داستان مجاهدین، این داستان این دوستانی که احساساتی میشن. بعد به من میگه خب شما چی میگی؟ میگم والا من فکر میکنم بعد از اون ماجرای انقلاب ایران که مردم میگفتن که اگر شاه بره هر کسی میخواد بیاد، الان دیگه میگن نه آقا اینجوری هم نیست. من فکر میکنم همین داخل اینها اصلاحاتی انجام بگیره به چند دلیل. البته نشد دیگه اونجا، چون این دوستمون یه دفعه صداش بلند شد گفت آقا نگاه کن ما 3 نفریم میخوایم حرف بزنیم، شما با وجودی که نشستی من وایسادم داری میخوای فریاد بزنی، نکنی این فریاد زدنو بذارید کنار. دیدید عاشقا چقدر یواش با هم صحبت میکنن؟ اگه گفتید برای چی؟ برای که دلشون نزدیک هم. اونایی که دعواشون میشه دیدی صورتش میکنه تو صورتت فریاد میزنه. آقا این که دهن تو اینجاست گوش منم اینجاست، چرا فریاد میزنی؟ برای که دلشون از هم دوره. بیاین دلاتونو با هم نزدیک کنی، قرار بذارید به مخالفین هم وقت بدید صحبت کنن، همون موقع جواب ندید، برید درباره صحبت اون فکر کنید. یه فیلمی دیشب دیدم به نام الیز ودینگ، داستان حقیقی ازدواج یک آقای یک پسر عراقی در استرالیاست. برید این فیلمو ببینید، فکر کنم تو نتفلیکس بود. الیز ودینگ، همین علی حسن حسین، الیز ودینگ.
برید ببینید که ببینید اونی هم که از عراق بلند شده رفته ایران، از ایران بلند شده رفته استرالیا، توی استرالیا الان این جامعه سنتی چگونه این بدبخت بچه های جوان رو که دارن میرن دکتر بشن اینا رو با اون سنت غلط نگه داشتن. و توی اون وقتی که حالا به دختره قول داد که میرم میخونم و دکتر میشم، دختره یه سوالی کرد، گفت که اینا نمیدونم، فردا بهت جواب میدم. دوستان تلاش نکنید همون موقع جواب بدید. من این اشتباه رو 20 سال انجام دادم، فکر کردم این حاضر جواب بودن. اصلا دیدید به اشتباه تو ایرانی میگن آقا فلانی انقدر حاضر جوابه بده. یه بارم بگید من نمیدونم، باید برم تحقیق کنم، باید برم بپرسم بیام به شما بگم. حالا اینم این ماجراست. من نشد به این دوستمون بگم آقا منی که باور دارم مگر این اصلاح طلبا کاری انجام بدن، دلیلش اینه که این اصلاح طلبا توی همین دستگاه بزرگ شدن، از چم و خمش اطلاع دارن، میدونن چجور حریف اینا بشن، فامیلای خودشونن، دوستای خودشونن. در رابطه با فامیلا و دوستای خودشون میدونید حتما که آقای محمد نوریزاد در زندان مشهد هست و ایشون اعتصاب قضا کرده. از بس من و شما هی گفتیم آقا این چجوریه، شما میگی تو ایران آزادی نیست، ولی این آقا دوربین برمیداره میره کردستان، دوربین برمیداره میره خونه ای نمیدونم مادر ستار بیچاره و هیچ کس کاری باش نداره. فعلا کردنش زندان که دیگه من و شما نتونیم این انتقاد بگیم. و گویا ایشون اعتصاب قضا کرده. به نظر من با پوزش از اونایی که اعتصاب قضا قبلا کردن یا حالا ممکنه بکنه یا در فکرش هستن، احمقانه ترین کار اینه که شمایی که اسیر هستی بیای خودتو ضعیف هم کنی. یعنی اینا حروف تفصیلی میشه دیگه، نه؟ به اسارت خودت ضعف هم اضاف کنی، میشی اسیر ضعیف، در صورتی که باید قوی باشی. یکی از دلایلی که بعضی از اسرا آزاد میشن اینه که در موقع اسیر بودنشون خودشون رو قوی میکنن، حالا چه مغزی چه بدنی. در صورت آقای محمد نوریزا که من یکی دو بار با ایشون مصاحبه کردم و حقیقتش ایشون رو خالص ندیدم، من که میتونم نظر خودم رو بگم. من فکر کردم این آقا یک کسیه که تا روزی که منافع داشته، حالا یا فیلم سازی یا نویسنده هنرمندم هست، با اونا بوده. روزی که اونا بهش گفتن آقا تو همچی هم به درد ما نمیخوری، مخالفشون شده و به مجرد اینکه چیزاشو گرفتن و ممنوع الخروج شده شروع کرده به اعتراض. اگر آخوندا که به احتمال قوی همین کارم میکنن، دوتا کامپیوترش رو چیزشو بهش میدن، پاسپورتش، میگن آقا تو هم برو، اکبر گنجی رفت، اون رفت، چه اتفاقی افتاد؟ تا هم برو اونجا، یه جایی هم یه سازمانی پیدا میشه، یک گرانتی، یه فاندی، یه نمیدونم چیزی بهت میده، برای خودت زندگی میکنی. در صورت این آخرین خبریه که من از محمد نوریزاد دارم و گویا همسرشم میاد تو برنامه‌های مختلف و به مردم میگه و از طرفی خواسته از دولت که همین امروز همسرشو آزاد کنن و الا شما چیکار میکنی؟ نمیدونم. بماند برگردیم به این صفحه گویا و ببینیم که درباره نماز جمعه امروز چی گفته، چون هم به اصطلاح رادیو تلویزیونای آمریکایی و اینها میگفتن این خیلی جالب باید باشه که بعد از 8 سال آمده و صحبت میکنه، هم رسانه های ایرانی، ولی تا الان که من با شما صحبت میکنم چیز مهمی ندیدم. بله، خب من خارج ندیده زمانی که 17 سالم بود تازه زبان را افتاد و فکری داشتم برای ماشین قرازه ها و آشغالدونی تهران. بله، با یکی یه صحبتی داشتم در رابطه با ایران اینجور و اونجور، گفتم خب من و شما که خارج نیامده بودیم، ولی اینایی که میمدن خارج و برمیگشتن، حالا قاجار هم گور پدرش، ولی قاجار وقتی اومد مثلا دستگاه فیلم برداری رو دید، یکش آورد ایران، پیانو دید، یکش آورد ایران، اینایی که هر روز خارج بودن، تو جاده ها میرفتن این امکاناتو میدیدن، تو شهرها میرفتن اون امکاناتو میدیدن، چرا اینا رو برای ایرانی ها فراهم نکردن؟ از خودتون بپرسید، الان جواب ندید، در موردش فکر کنید، بعدا جواب بدید. مرسی، ممنونم از پتیک عزیز، اینو نوشته. و پتیکم از روزی که ما برنامه‌مون رو
کم کردیم به اصطلاح، اونم هی میگه باز جیم شده. این جیم فنگ از کجا آمده، چجوری شروع شده؟ میگه که امروز هم جیم فنگ شدی. من فکر کردم جیم فنگ رو فقط تو ارتش استفاده میکنن، ولی میگه که در صحبت ها و گفت شنودای معمولی هم داریم اینو. خب این دوستمون دریافت کرده، میگه مرسی. دومی رو ببینم، میگه تانکیو. و بریم سراغ اون خبری که بهتون گفتم، یک نوشته ای رو گذاشتم اینجا که راجع به نماز جمعه بوده. ویدیوهای زیادی دوستان فرستادن، مخصوصا اون دوستمون از خلیج فارس. دو تا موضوع هست، حتما میدونید که توی این هواپیمایی که سرنگون شده یه نفر فقط زنده مونده. تا امروز هم هیچ کس نمیدونست، فقط این رو خبرنگار تلویزیون مردم رفت و پیدا کرد. اسمش هم هست عباس آقا. روی فیسبوک هم دیروز گذاشتیم، نوشتیم، حالا براتون میخونم ماجرا رو، ببینیم که چی هست و چی نیست. بله، در برنامه قبلی که برنامه هفتگی کانون آوا بود، آقای مهرداد ساغرچی با ما بودن و یک ویدیوی 8 دقیقه و 40 ثانیه، کمتر از 9 دقیقه رو پخش کردیم به نام تخلیه اطلاعات تلفنی توسط عوامل فرقه رجوی. و به نظر من خیلی جالب بود. اینو یا برگردین اونجا نگاه کنید، شاید وقت بشه اینجا توی فیسبوک براتون میذارم که ببینید سازمان مجاهدین به جایی که هم و غمش رو بذاره رو برنامه‌های آینده و اینها، چجوری داره وقت خودش رو تلف میکنه با این کارهایی که دیگه این کارا مال قرن 19 که نمیدونم شنود بذارن و فلان اینها. ولی خب این چیزی که میبینید دولت ترامپ هم برای سفیر خودش توی اوکراین به اصطلاح جاسوسی و شنود و اینها گذاشته بود. صحبت از ترامپ شد. ترامپ مثل این، حتما دیدید، شما ها ممکنه بگید خرچنگ، اینجا میگن لابستر، یک خرچنگایی به خصوصی هست، به قول شیرازی ها کلنجارایی به خصوصی هست که توی آکواریوم هست. شما وقتی میری رستورانایی که سی فود دارن، این بنده خدا زنده دستاشون هم با کش بستن که به سر صورت هم دیگه نزنن، اینا رو میگیرن برای شما، حالا یا تو آب جوش یا توی استیم، توی بخار یا روی چیز میپزن. ترامپ اون حالت رو داره که زنده زنده گذاشتنش فعلا توی دستگاه از لحاظ ایمپیچ، همون جوری که من از اول حکومت این فکر میکردم، ایمپیچ شد توی مجلس. حالا ایمپیچ یا استیزاش میره به مجلس سنا، مجلس سنایی که متاسفانه با وجودی که 99 تا با خاطر اون مکینی که مرده، چرا 100 تا نبوده؟ در هر صورت 99 تاشون قسم خوردن، یعنی دست راستشون رو بالا بردن که ما اینجا به عنوان هیئت منصفه بی‌طرفانه قضاوت میکنیم، ولی دروغ. ضمن اینکه خود رئیس مجلس سنا، اون که مثل لاک پشته، اون گفت که من چجوری میتونم بی‌طرفانه باشم، من با ترامپم. حالا دیگه مونده سر 2-3 نفر. اگه 2-3 نفر اینا وجدانشون بیدار بشه، اگه وجدانشون بهشون اجازه بده که اینا اسم خوبی تو تاریخ آمریکا داشته باشن، ممکنه کاری کنن که ترامپ از کاخ سفید هم بره بیرون. ولی یادتون باشه این از کاخ سفید بره بیرون، کی میاد میشه نخست به اصطلاح میشه رئیس جمهور؟ معاونش، که اونم در تمام جرمایی که این انجام داده شرکت داشته و یکی یکی داره دستشون رو میشه. یعنی دیگه واقعا اعتبار و اعتماد من به این انتخابات آمریکا، حالا رضا پهلوی میگه دیدی بهت گفتم سوربی، انتخابات آزاد دموکراسی خیلی خرج داره، همون پادشاهی بهتره، در هر صورت از دست دادم و به همین خاطرم در انتخابات قبلی شرکت نکرده. در این انتخابات شرکت خواهم کرد، شما هم شرکت کنید. من هیچ وقت به هیچ کس نمیگم به کی رأی بدید، ولی این بار در انتخابات شرکت کنید. خب این هم از این تخلیه اطلاعات براتون گفتم. و اما میگه خامنه ای گفت در نماز جمعه گفته به اروپایی ها اعتماد ندارم، این کشورها پادوی آمریکا هستند. علی خامنه‌ای با اشاره به وقایع روزهای اخیر در ایران منطقه گفت
دو هفته پرماجرا را پشت سر گذاشتیم که درس‌های زیادی برای مردم ایران داشت. راجع به پاره کردن عکس‌های قاسم سلیمانی، آقای خامنه‌ای تعارف میکنه با خودش درباره این که بنرها عکس‌های بزرگ خود این را هم آتیش زدن صحبتی نکرد و من واقعاً من منتظر بودم که این بیاد و فکر کنه که آقا دیدی که آقا کتاب پنجم رو شما خوندین، ایوان مدائن ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خزلان. اوکی؟ حالا بعضی ها میگفتن ما بارگه رو دادیم، یعنی ما همه چی رو دادیم به خارجی ها، تازه اینجوری به سرمون اومد. حالا به سر شما چی میاد؟ با افتخار میگه آمریکا که بزرگترین شما بود در 40 سال گذشته نتونست کاری انجام بده. آقا کاری انجام داده، شما رو ذلیل کرده ولی رو خودتون نمیارین. ببخشید توی شیراز میگفتن طرف داره میفته تو چاه مسترا، تو خیابونا تو کوچه ها همجور چاه مسترا بود. اون سیستمی رو که کوروش و داریوش درست کرده بودن، فاضلاب و اینا، ماها زده بودیم خراب کرده بودیم، یا شاید از موقع دین اسلام اومده بود خراب شده بود. چاه خلوت، چاه توالت نبود، سرش برداشته بودن راه میرفت یکی میافتاد تو. شانس آوردیم نیافتادیم و الا ما هم مثل ترامپ میشدیم فول آف شت. بمانه میگفتن طرف انقدر چیز داره، به خودش غرور بیجا داره که این دستش به کمرش داره میافته تو چاه، خودش رو نمیگیره، خودش رو نجات نمیده. این ماجرا ماجرای دیکتاتوراست. مهم نیست که شاه باشی یا آخوند باشی. اتفاقا نگاه کنید آقای لادن یه مقاله نوشته، روی فیسبوک گذاشتم، روی توییتر گذاشتم، روی بالاترین هم گذاشتم، که به شعار مردم دقت کنید که میگه مرگ بر ستمکار. چه بذارید اصلش پیدا کنم، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر، اجازه بدید من اینو بعضی چیزها رو میخونم، همون موقع هم مینویسم، یادم یا نمینویسم فکر میکنم یادم میمونه، بعد میبینم که نه. بذارید روی فیسبوک گذاشتم، اینجا پیداش میکنم و برای شما میخونم در این مورد. اگه آقای لادنم بتونن با ما باشن، ساعت 3 بعد از ظهر با صحبت های ایشون، بعد با آقای فرزاد نیساری تماس میگیرم، از ایشون هم چند هفته هست بی خبر هستیم، تا ایشون هم بیان آقای نیساری و با من و شما باشن، ببینیم که این نوشترم میتونم پیدا کنم یا نه. وقتی یه هفته میری بعد که برمیگردی 2-3 هفته باید کاراتو خیلی حرف حساب مردم چیز کاراتو چند برابر انجام بدی تا تازه برسی جایی که بودی. اجازه بدی من این رو نشون بدم، یه تبلیغی هم برای خبر نامه گویا باشه و ضمن تشکر از آقای لادن این رو میخونم. متوجه شدم متاسفانه خیلی ها بدون این که بگن این مقاله مال کی هست مال کی نیست، نوشته ها و صحبت های دیگران رو نقل قول میکنن. این کار بسیار زشتیه که توی فرهنگ ما غلط را افتاده و به جای این که بگیم من این رو از فلانی یاد گرفتم و افتخار کنیم، میخوایم یه جوری ثابت کنیم که ما از روز اول که دنیا آمدیم همه چیز رو میدونستیم. نخه، حرف حساب مردم چیست؟ مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. آقای امیر حسین لادن میگه آدم موقعی اعتراض میکنه که طاقتش تموم شده، موقعی میاد تو خیابون و فریاد میزنه که کارد به استخوانش رسیده. در این راستا مدت هاست که نابرابری، بیعدالتی، بیکاری، گرانی و دستمزد ناچیز طاقت زنان و معلمان بازنشستگان را تمام کرده و صبرشون را به سر رسانده است، در ضمنی که دانشجویان و کارمندان و کارگران و کشاورزان نیز کارد به استخوانهایشان رسیده و تحملشون تمام شده است. حکایت زبان زد همون ضرب المثل فارسیش میشه زبان زد، حکایت زبان زد گل بود به سبزه نیز آراست شد، در اینجا صدق میکند. این همه تباهی کافی نبود؟ کم آبی و ویرانی محیط زیست که زاییده بی کفایتی و
فساد گسترده حکومتگران و ارجحیت‌های نادرست و غیر ایرانی دولت بوده نیز به آن اضافه شد که تقریبا تمام مردم و سراسر کشور را در بر گرفته است. اجازه بدید که من به همین یک پاراگراف به اصطلاح کفایت کنیم و بذاریم اگر خود آقای لادن آمد این مقاله رو برای ما ایشون بخونن و بگن که کار درستی هم انجام میدن. مقالاتی رو که می نویسن متوجه شدم در برنامه‌های مختلف تلویزیون اون رو می خونن. ما ملتی هستیم، وقتی میگم ما یعنی من هم دوست دارم گوش بدم، دوست دارم به اصطلاح ببینم به جای اینکه برم بخونم. و به همین خاطر هست که آخوندا توی ایران موفق هستن، چون اینا سیستمشون، شما نگاه کنید یک کتاب قرآن اونم میگه نخونید، تمیز بذاریدش این بالا، اوکی؟ ولی هر روز میاد برای شما از همه چیزم حرف میزنن، از رفتن به توالت و دستشویی تا تصمیمای بزرگ زندگی اونا برامون میخوان تصمیم بگیرن. خب بریم ببینیم توی این نوشته ها چی گذاشتیم. و اما اینجا نوشتم جمعه 17 ژانویه و این پیشنهادی که من به دوستان هم میکنم، میگم وقتی قراره یه جا برنامه داشته باشید صحبتی کنید سرتیتر بنویسید، اینجا هدلاین بهش میگن، ماجرای ترور قاسم سلیمانی، شلیک هوایی به هواپیمای مسافربری. و اینکه خیلی از دوستان میگن آقا اون موقع کی بوده میدونسته فیلم بگیره، میگن بابا یکم دقت کنی خود ویدیو میگه این فیلم از ویدیوی ساختمان گرفته شده. این روزا هم که دیگه ایران میگن از اینجا بدتره، همه جا ویدیو نصب کردن و مردم رو به اصطلاح زیر نظر دارن. خب حالا یه ویدیوش هم اینجاست که به اصطلاح پدافند هوایی هست و اینها، و خیلی از این ویدیوها بهش میگن موشن دیتکشن، یعنی اینها با حرکت حالا یا روشن میشه. خب وقتی کسی نیست برای چی فیلم بگیره؟ اگه یه حرکتی میشه از اون فیلم میگیره که وقتی هم شما دنبالش میگردی اگه کسی اومده دزدی تو آفیستون تو خونتون اون موقع رو میخوای، نمیخوای 24 ساعت بری نگاه کنی هی عقب جلو تو ببینی کجاست، اون موقع شروع میکنه به اینا میگن موشن دیتکشن، یعنی با حرکت فعال میشه ضبط میکنه. بعضیاش دو تا کار انجام میده، اون موجود حالا یا جسم که حرکت میکنه چه حیوان باشه چه جانور باشه چه شی باشه چه آدم باشه اون رو دنبال میکنه، حتی زوم میکنه، یعنی شما میای اینجا این دوربین روشن میشه، بعد شما میری اون ور توی این اتاق میاد این ور، میری اون ور میاد اون ور، زوم هم میکنه رو میاره نزدیک. و اینها برای این دوستمون از خلیج فارس نوشته بود، نوشتم آقا اینجا دو هفته سه هفته قبل که تعطیلات کریسمس و این کادو و گیفت و اینا بود حداقل میلیون ها دزدی رو این دوربین هایی که 30-40 دلار تا 100 دلار هست ضبط کردن و پلیس و آمازون و اینا همه. و اینجا در خونتون این دری که زنگ میزنید، زنگ در بهش میگن رینگ، اینا تا یکی از جلوش رد میشه فیلم برداری میکنه، تا یکی میاد به طرف خونتون فیلم برداری میکنه و کلی کمک کرده به پلیس. طرف جلو خونش یه نفر اومده با یه نفر دیگه کیدنپ، یعنی بچه دزدی و اینها، دوربینه فیلم برداری کرده، این که رفته شماره ماشین چی گرفتن و رفتن گرفتن به دخترای 8 ساله رو پیدا کرده. بمانه گفتم اون اصلا مهم نیست کی ضبط کرده، یا بعضیا نوشتن کی بوده همینجوری این موقع شب وایساده فیلم برداری کرده، یا در بالای ساختمون بالای بیلدینگ بوده و این اتفاق افتاده. شما یه جا خدای نکرده اگه تصادف کردید برید از این پمپ بنزینا، از این خونه های بزرگ، هر چی خونه های کوچیک نگاه کنید، هر کدومش دوربین داره بهش بگید من اینجا تصادف کردم میخوام ببینم دوربین شما فیلمش رو گرفته، و توی فیلمای دادگاه هم ازش استفاده میکنه. بمانه گفتم آقا اونی که این فیلم رو پخش کرده مهمه، که گویا اون شخص رو سپاه پاسداران گرفته. خب حالا اون میخواسته اصل ماجرا پیدا بشه، لابد سپاه پاسداران هم مثل دولت ترامپ شالاتان همه چیزها رو میگه این محرمانه است، ما هر گنده کاری میکنیم این محرمانه است و شما نباید اینو پخش میکردی. ببینیم چه اتفاق میفته. دیدم آقای فضائل عزیزان هم حتی راجع به این ویدیو نوشته و اگر خبری آمد به ما بگنیشون. ترامپ و فارسی نوشتن در توییتر، گویا ترامپ
که خودش تا اینجا توی این باتلاقی که خودش درست کرده مونده و داره دست پا میزنه، بعد از این ماجراهای ترور سلیمانی، بعد اون حمله ایران به پایگاه آمریکایی، بعد اون حمله موشکی به هواپیمای اوکراین و اینها، ترامپ آمده یه چیزی رو به فارسی فرستاده و یه احمقی هم از تو ایران، یکی از همین دولت مردا، گفته ترامپ حق ندارد فارسی بنویسد. ببینید چقدر اینا واقعا کوته فکرن. این هنوز نمیدونه که آقا ترامپ نه فارسی بلده نه چیزی، یا یک کسی که تو وایت هاوس بلده مینویسه، یا اینا میدن به گوگل ترجمه میکنن مینویسن. و اما این از ماجرای فارسی نوشتن ترامپ. اینجا نوشتم مقاله آقای امیرحسین لادن، ولی بهتون گفتم چون ساعت 3 قراره و امیدوارم با ایشون باشیم، در این مورد صحبت نمی‌کنم. ویدیوی آقای دکتر نوریزاده، کسی میدونه این آقای نوریزاده دکتراش در چه رشته‌ای هست؟ کسی میدونه از کجا دکترا گرفته؟ حالا کاری نداریم، بیاین نگاه کنید ببینید این مردک چی میگه. چرا من این ویدیو رو نشون میدم؟ نمیخواستم نشون بدم، ولی چون به اصطلاح این یه ویدیویی که نوریزاده رو نشون میده در وسط برنامه های زنده با یک خانمی با یه دوست دخترش لاس میزنه و سیگار میکشه و اینها، اونی که ما گذاشتیم یکی از دوستان به نام نجمان نجفی که هنرمند هست، فکر کنم این چیز چی میگن میزنن مال موزیکای بندری یا اینها، نوشته بود که آقای سوربی من به عنوان یک طرفدار شما میگم، برای شما که انسان خوبی هستید این کار خوبی نیست که خصوصیات چیزای خصوصی. گفتم آقا جون اینایی که میان توی پابلیک و به عنوان پابلیک فیگر شناخته میشن چیز خصوصی دیگه باقی نمیمونه. ترامپ تا روزی که نیومده بود رئیس جمهور بشه، حالا ضمن اینکه این همیشه خودشو به زور میچپونده تو حلقوم میدیا و رسانه ها، کسی کاری به کارش نداشت، ولی وقتی آمد گفت من رئیس جمهورم، اون وقت هی گند و گوکاریاش آوردن بیرون، اینجا رفته با این خانم 130,000 دلار داده، اونجا رفته اینقدر، بعدم الی آخر. پس این ما ایرانی ها باید یاد بگیریم دو سه تا چی. یکی میگن آقا شاه که مرد و رفت دیگه دربارش صحبت نکن. میگم خب هیتلر هم مرده، خمینی هم مرده، حضرت عباس هم مرده، یزید هم مرده. میدونید اینا یک بام و دو هوا هستن. حالا قولتون میدم همین آقای نجمان نجفی رو شما چند تا از پست و توییترش و هرچی که داره فیسبوک اینا رو نگاه کنید، میبینید خود ایشون هم خیلی آسون درباره دیگران که حتی پابلیک فیگر هم نیستن چیزای خصوصیشون. ولی بیان با هم این ویدیو رو ببینیم از آقای نوریزاده که چگونه از من و شما طلبکاره. یکم صبر کنید تا من تصویر نحسش رو بدم اینجا. کسی که من اینجا یه بار دیدمش سال 2003، دو بار باهاش مصاحبه کردم، نمیدونم اگه اسم اینو بزنید یا اسم منو بزنید یوتیوب هست یا نه. بعد کسی که معتاد بودن عملا از قیافش میباره، سیگار که مثل دودکش میکشید، حالا اون چیزای دیگه بماند. ولی شما این ویدیو رو گوش کنید. این ویدیو رو هم دوستمون از خلیج فارس فرستاد و من گفت که نظرتون در این مورد چیه. من نظرم رو نوشتم، با هم میبینیم و گوش میکنیم، بعد در این مورد صحبت کنیم. که من میدیدم آن مشهد و منظری که در اهواز و در قم و در مشهد و در کرمان شاهدش بودم، بیش از آن که برای من تداعی اندوه ملتی رو در سوگگ قهرمان بکنه، نشانه ای از سرگشتگی و واگشتگی ملت بود. در شهر اهواز که جوری حتی یکی از شما به خودش اجازه میده بره تو خیابون برای قاسم سلیمانی گریه کنه، در مشهدی که تا پریروز روحت شاد رضا شاد جلوی گوهر شاد میگفتید، چگونه شما به خودتو اجازه میدید برید و برای حاج قاسم سلیمانی اش بریزی که دستش مثل حضرت عباس قطع شده بود؟ اون یکی هم افسانه است، اون هم دروغه. ناجوان مردان
حاج قاسم سلیمانی قدیس شد، در مشهد مقدس براش مراسم ویژه، بعد در کرمان به خاک سپرده بشه. آقای سیستانی برای ابو مهدی المهندس تعبین و تعزیه میده، همو برای فوی بختیاری نمیده. بسیار متاسف شدم. 40 سال، 40 سال از عمر، جوانی، زندگی و خانوادم رو گذاشتم برای اینکه مردم رو آگاه کنم، و وقتی این مشهد و منظر رو می دیدم متأثر می شدم برای اون ملت. وقتی جلوی مرکز فرهنگی آقای خامنه‌ای رو در لندن می دیدم متأثر می شدم. خب بذارید ایشون متأثر باشه، فقط شماها اگر به من بگید 40 سال ایشون چی کار کرده، جوانیش رو گذاشته. کسی که برید نگاه کنید ویدیوها و فیلماش از با بختیار بودن، با نمیدونم آخوندا بودن، روی پشتیبان مدرسه علوی یا مسجد علوی هرچی که اسمش بود، و الی آخر تا امروز که حقوق بگیر عربستان سعودی و اعراب هست، و این از من و شما طلبکار هم شده. ما چیکار کردیم؟ اومدیم اینجا روی فیسبوک یک پستی گذاشتیم، نوشتیم ایشون که ادعا میکنه 40 سال برای مردم زحمت کشیده و طلبکاره، یکی از کارهای مهمی که انجام داده اینه. اینم دوستان ببینید و یادتون باشه که این نوریزاده با پررویی خاصی بعد از این ویدیو آمد گفت این ویدیو رو آخوندا درست کردن. من خب 20 سال تجربه ویدیو دارم، اگر کسی ثابت کنه که این ویدیو ساختنیه، میبودی گفت اگر احمدی نژاد انتخاب بشه من میرم از رادیو تلویزیون، و نرفت. من میرم دیگه، برنامه نمیذارم. اگر آقای نوریزاده یا کسی بتونه ثابت کنه که این ویدیو ساختگیه و حقیقی نبوده، با هم ببینید. خب این از اینجا میبرد یوتیوب، حالا باید اندازه یوتیوب بهش بدیم. این هم یکی از مشکلات فیسبوکه، باید تو همون صفحه بازش کنیم. بله چه پوکی میزنه جانم بشه. ایشون وایستاده تا دوست دخترش بیاد. فعلا خوشگلم اومد، خوشگلم اومد، خوشگلم من نازتو برم. باز رفتی که آه اومد، قربونت برم الهی، صورتو برگرد ما اون لباتوی خود، صورتی خود برگرد ما لباتو ببینم. آه قربونه اون لبات برم، آه قربونه لبات برم نازم. یه بوس برای علیت بفرست، دلش تنگ شده. یه بوس. هلو جانم سلام، بری داد رو خطم ببخشی. بگو برو رو گویا، اون وقت توی رادیوها میبودی رو بیار، همونجا هم زده برات سایتش. قربونت چطوری خوشگله. او قربونش برم عالیه، درست شد. نه دیگه فهمیدم اینو باید قرمزش کنم. اولا به اونی که زنگ میزنه میگی من رو خطم، انگار که الان مثلا داره با فلان سازمان روی خط صحبت میکنه. دوم من فکر نمیکنم هیچ کدوم از من و شما وسط برنامه زنده زنگ بزنیم به همسرمون اینجوری صحبت کنیم. و این ماجرا وقتی آمد، این با پررویی خاصی اومد گفت که اینو جمهوری اسلامی ساخته. اینه آقای نجمان نجفی، که ما که کاری به ایشون نداشتیم، ایشون اومده طلبکار مردم شده. اون وقت ما میگیم آقا حالا شما فکر میکنی فردا اگر آخوندا رفتن آقای نوریزاده شد مسئول رادیو تلویزیون ایران،
این که هم الان به مردم ایراد میگیره که چرا اینا رفتن این بر اون بر. خب آقا آزادی یعنی چی؟ دلش میخواد، فامیلشه رفته در مراسم تشییع جنازهش، اون یکی هم دلش میخواد میره عکس‌ها رو پاره میکنه. حالا اگه کسی هم کار غیرقانونی انجام میده وظیفه دولت بره دنبالش. ولی برگردیم، یک ماجرایی بود که گفتن یک نفر مسافر زنده مونده، اسمش هم عباسه. اینو بگم، میگه که عباس آقا به همسرش گفت که من باید 2 هفته برم اوکراین برای کار اداری و اینها، چمدونشو بست و به خانمشم گفت چیزی میخوای برات بیارم؟ نه. خانمشم خداحافظی و دعا و آبم ریختن پشت سرش رفت. وقتی رفت، رفت خونه دوست دخترش و این هواپیما رفت و زدن بهش منفجر شد. حالا عباس آقا خونه دوست دخترش همینجوری گیر افتاده که چه کار کنه، چه جوری برگرده. ولی این داستان دوست عزیز زمان دوقلوهای ساختمان‌های دوقلوی نیویورک اتفاق افتاد و حقیقی بود. طرف خانمش توی تلویزیون دیده بود که ساختمانی که شوهرش کار میکنه مورد اصابت اون هواپیما قرار میگیره و میبینه اینجوری، یا میگن یه عده مثلا اون تو طبقای فلان تو آسانسورا هستن، تو پله ها هستن اینها. این زنگ میزنه به شوهرش میگه کجا هستی؟ میگه من تو آفیسم، تو دفترم نشستم. شوهرش چون با دوست دخترش بوده تلفنشون خاموش، رادیوها خاموش، چیزای دیگه روشن بوده و این ماجرا ماجرای حقیقی بوده. برید اصلا توی رادیو تلویزیون های اون زمان اخبارش اونجا هست. دوستان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر، اجازه بدید بریم سراغ آقای لادن و امیدوار باشیم که ارتباط برقرار بشه، بتونیم با ایشون باشیم تا درباره مقاله‌ای که نوشتن و صحبتایی که میخوان من و شما صحبت کنند. آقای امیر حسین لادن از آمریکا. و به به، پس اون مشکل برطرف شده و میتونیم با ایشون باشیم. اجازه بدیم من تصویر ایشون رو هم بدم به این سیستممون. آقای لادن، خیلی ممنون که با ما هستید. ضمن خوش آمد به شما، بدون اتلاف وقت میکروفون را در اختیار شما میذارم. من در قسمت اول برنامه درباره این مقاله ایم که نوشتید و روی گویا هست، ما هم روی چیز گذاشتیم بالاترین و توییتر و فیسبوک صحبت کردم و همین که صدای مردم چی هست. ولی شما مثل همیشه درباره هر موضوعی که میخوان میتونید اینجا صحبت کنید و من هم مثل همیشه مثل دیگران بیننده و شنونده خواهم بود. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستیم. درود بر شما، درود بر بینندگان و هممیهنانمون. همونطور که اشاره کردین من مشکل تکنیکی دارم، یعنی من که چه عرض کنم، منطقه ما یکی از کابل‌ها رو قطع کردن اتفاقی و ما از ساعت 6 که من اینجا بودم هیچ نه تلفن لندلاین داریم و نه اینترنت. اینی که من به وسیله هاتسپات تلفن هندی، تلفن موبیلم دارم با شما کار میکنم. و اما پیش از اینکه در مورد این مقاله گفتگو کنیم، میخواستم یه اشاره بکنم چون یکی دو تا پرسش پیش اومده بود که ما در اندیشکده، یعنی اون چی ما انجام میدیم، اینه که ما تلاشمون اینه دانش و بینش گسترش بدیم و تا در حد داناییمون، شعورمون، تواناییمون آگاهی برسونیم. و زمانی که بعضی از همیهنان پرسش میکنن که چه باید کرد، دید و برداشت و راهکارهای خودمون رو ارائه میدیم. و اما موضوع گفتگوی امروزمون که همون مقاله است، عنوان مقاله هست حرف حساب مردم چیست، عنوان دومش مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. میخوام با یک جمله از خود مقاله آغاز کنم و بعد 2-3 موضوعی که به نظر من میتونه
اهمیت داشته باشه با هم گفتگو کنیم. و اون اینه که اون جمله اینه که آدم موقعی اعتراض میکنه که طاقتش تموم شده و موقعی میاد تو خیابون و فریاد میزنه که کارت به استخونش رسیده. خب در این راستا ببینیم چه چیزی باعث شده که مردم بیان تو خیابون و کارت به استخونشون رسیده. برای مثال چند تا از این مسائل اینا هستن: نابرابری، بی‌عدالتی، بیکاری، گرانی، دستمزد ناچیز. اینا طاقتشون رو تموم کرد و اینا کافی نبوده، بیکفایتی و فساد گسترده و ارجحیت‌های نادرست و غیر ایرانی حکومتگران باعث شده که تو میهنمون کم آبی و ویرانی محیط زیست برسه به سطح بسیار خطرناک که امکان داره که اگر ما با این مبارزه و مقابله نکنیم مسیر زندگی میهنمون رو برای همیشه عوض کنه. اما یکی از اتفاقات که این چند روز پیش تونسته نقش آفرین باشه ترور سلیمانی بوده. در این تشییع جنازه حضور میلیونی یا به قول عده‌ای حضور چند صد هزار نفری برای برخی از ما که زندگیمون رو گذاشتیم در راه برقراری عدالت، کسب آزادی و برپایی مردم سالاری یه خود ناگوار، ولی مسائل خودش روشن کرد و بسیار باعث خوشبختی بود. من اینکه این مسئله، این شرکت برای رژیم که دشمن ایران و ایرانیه یه راه فراری بود از این بن‌بست و بی‌آبرویی و یک امیدی بود که اینا بتونن سرپوش بذارن روی جنایت و کشتار آبان ماه. رژیم تمام اهرمای قدرت و ثروت رو به کار برد و شروع کرد با تشویق و تهییج احساسات مذهبی مردم یه ایده بکشه تو خیابون. ما فکر کردیم که موفق شده، ولی خوشبختانه اعتراضات این چند روز گذشته، چهار روز گذشته نشون داده که در حضور در تشییع جنازه نه به احترام قاسم سلیمانی بوده و نه برای پشتیبانی از رژیم، بلکه عکس العملی بوده به تهدید احمقانه و سخنان نسنجیده ترامپ. این بی‌توجهی ترامپ به فرهنگ و تاریخمون باعث شد که ملتمون رو به خش بیاره و بریزن به خیابونا. به این حرکت ترامپ و این گفتار ترامپ یه هدیه بوده به ملاها. جالب اینجاست که این چیزی که خب برای ترامپ حتما ناآشناست، برای اون خیلی ناآشناست، انسانیت براش ناآشناست، شعور براش ناآشناست، ولی اون چیزی که در مورد فرهنگ و تاریخ ما براش ناآشناست اینه که ما یک رابطه تنگاتنگی داریم با فرهنگ و تاریخمون. بیشتر ایرونی ها، اونایی که بیشتر میشستن بیشتر، ولی همه ایرونی ها با زرتشت آشنان، با دیدش پندار نیک گفتار نیک آشنان و بهش افتخار میکنن. اکثر ایرونی ها کوروش رو پدر ایران میدونن، پدر تاریخی کشورمون میدونن و برای ایرانی هایی که یه خورده آگاهتر و مطالعه بیشتری دارن، پاسارگاد کعبه ایرانی هاست. ما برای دانشمندامون، برای شعرامون، برای نخبگانمون یه ارزش ویژه قائل. من فکر کنم تو ایران شما کمتر کسی رو پیدا میکنین که با نمیدونم حافظ و سعدی و فردوسی و بابا طاهر آشنا نباشه و چند تا از شعراشون رو ندونه. و در ضمن ایرونی ها برای نخبگان میهنمون مثل قائم مقام امیرکبیر مصدق
یک ارزش ویژه‌ای قائلن که اینا برای دفاع از منافع ایران در مقابل روس و انگلیس و بیگانگان ایستادن، قدرت شاه و در حد تواناییشون کمرنگ کردن. با اینکه روحانیون دو قرن با جعل حقایق و انکار واقعیت ها تلاش کردن که ما رو از اصلمون دور کنن، این رابطه تنگاتنگ با فرهنگ و تاریخ ایران، ملیگرایی و عشق به ایران ما رو یک پارچه و یک دست نگه داشته. متاسفانه ما طی این دو قرن گذشته مجبور بودیم در سه جبهه مبارزه و مقابله کنیم: جبهه خارجی یعنی با بیگانگان، جبهه داخلی شاه و شیخ، همون اشاره‌ای که همیهنانمون در آخرین تظاهرات کردن، حالا یه خود بازش بکنیم، و مقابلمونم با متن جامعه بوده که کمدان بوده و در خرافات مذهبی غوطه بر. این شاه و شیخ در اکثر موارد مستقیم و غیر مستقیم با هم همکاری و توانی داشتن و تمام سعیشون این بوده که دانش و بینش و آگاهی رو محدود نگه دارن، در دست خودشون نگه دارن، و چون نیاز داشتن که این سیستم ارباب رعیتی تحت حکومت سلطنتی و امام امتی در چارچوب مذهب باقی بمونه، نیاز داشتن به این برای اینکه کنترل اهرم‌های قدرت و ثروت، مردم میبایستی گرفتار نادانی و خرافات باشن تا به آسونی تسلیم سرنوشت و مذهب بشن. این تسلیم سرنوشت و مذهب تو جامعه ما یه مشکل دیگه هم داریم، اون که زور مقبولیت داره و در فرهنگمون جاسازی شده. وقتی شما میایین اینا رو همه رو میذارین در کنار هم دیگه، بعد مردم گوسفندوار در اختیار شاه و شیخ قرار میگیرن. ولی خوشبختانه دوران نادانی یا کمدانی آروم آروم داره سپری میشه. طی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از هممیهنانمون از خواب خرگوشی بیدار شدن، عده قابل ملاحظه‌ای از آگاهی نسبی برخوردار شدن و این بیداری و آگاهی رو به نمایش گذاشتن. میخوام اینو با هم مرور کنیم، به نظر من خیلی جالبه که طی چند روز گذشته معترضین وقتی میگن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، به نظر من این روشن و شفاف شعورشون رو نشون میده، آگاهیشون رو نشون میده. یعنی فهمیدن که شاه و شیخ اولا با همان، دوما یعنی چی، عمق بیداری و آگاهیشون رو نشون میده. وقتی میگن اصلاحات رفراندوم رمز فریب مردم، خب به این لحظه نگاه کنیم، وقتی میگن نه شاه نه شیخ یا مرگ بر هر دو، یعنی چی؟ یعنی تشخیص دادن که شاه و شیخ حکومت هاشون خدا سالاره، یعنی هر دوشون مدعی مشروعیت الهی هستن و هیچ گونه ارزشی برای مردم قائل نیستن و هیچ پایگاه مردمی ندارن. یعنی ربط جفتشون یه نوع وابستگی دارن به مذهب، همینطوری که هممون میدونیم در مورد ممر رضا شاه و نمیدونم زیارت ها و مکه و غیره و اون ادعاها و اون خرافاتی که داشت. و اینکه از دید من مردم راه و روششون هم برای خودشون پیدا کردن، میگن که اصلاحات و رفراندوم هیچ کدوم نه، یعنی دارن نه میگن به رژیم، نه میگن به مذهبی بودن رژیم، یعنی
ترفندهای اصلاحات و اصلاح طلبان رو دیگه قبول ندارم و سلطنت طلبان که مرتب دم از رفراندوم میزنن، مردم اونو گذاشتن در چارچوب اصلاح طلبی. یعنی میگه اینا همش فریبه، اینا همش نیرنگه، یعنی به درستی تشخیص دادن. از این نظره که من واقعا باور دارم که مردممون دارن گام به گام آگاهتر و بیدارتر میشن. شما نگاه کنین، حالا اینا شعار بوده، نگاه کنین به حرکت دانشجویان. حکومت اومده وسط راه پرچمای آمریکا و اسرائیل رو رو زمین کشیده و دانشجویان دانشگاه‌های ایران از روی اینا راه نرفتن، رفتن از کنارش راه رفتن. یعنی در ضمن اون گفت شعارها و گفتارهایی که نشون میده درک و شعور مردم کجاست، حالا در حرکتشون هم نشون میدن، یعنی احتراز میکنن از زیر پا گذاشتن پرچم این دوتا کشور. حالا چرا این مهمه؟ یکی از دلیلاش اینه که حکومت 40 ساله میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. 40 ساله که تمام کاسه کوزه ها رو سر اینا میشکونه. این یه موضوعی که مهمه اینجا. موضوع دوم اینه که خب همه میدونن که آمریکا، خود آمریکا گفته و تایید کرده که بله ما قاسم سلیمانی رو ترور کردیم. بعدم عده زیادی از مردم میدونن که عامل اصلی ترور قاسم سلیمانی، یعنی پشت آمریکا، مشوق آمریکا، محرک آمریکا، اسرائیل بوده. حالا این اسرائیل و آمریکایی که اومدن و قاسم سلیمانی رو ترور کردن، اینا حتی روی پرچمشون را نمیرن. این به نظر من یه چیز بسیار بسیار جالبیه. یعنی ببینید، برمیگرده به اون شعاری که میگه دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. خب پس بنابراین در شعار و در عمل دارن نشون میدن. ببخشید، فکر کردم این برای من بسیار بسیار جالبه، شاید برای بینندگان هم جالب باشه. و اما یه پرسش میخوام مطرح کنم، از بینندگان میتونن الان بعدن پاسخ بدن، و اینه که آیا با این پدیده هم باور هستی و میپذیری که دوران نادانی داره سپری میشه، ملت ایران داره از خواب خرگوشی بیدار میشه و بخش قابل ملاحظه از هممیهنانمون از آگاهی نسبی و شناخت شرایط برخوردار هستن؟ و اما چنانچه پاسخهای مثبت بگیریم، باید یه چیزی رو هممون در نظر داشته باشیم. این بیداری و آگاهی نسبی ما رو یک گام نزدیکتر میکنه به هدف رهایی و نجات. یعنی زمانش فرا رسیده که برای ساختن یک، بدونیم که برای ساختن یک جامعه مدنی نیاز به چه چیزی داریم، یعنی برای دگرگونی نیاز به چی داریم. دو سه تا مطلب کوتاهو میخوام با هم مرور کنیم. اول باید هدف یا اهداف مشخص و شفاف داشته باشیم. دوم، یعنی این هدف ها باید هم پاسخگوی خواستهای مردم باشه، هم برآورنده نیازهای جامعه. این درجه اولی. دوم، باید مسئولانی داشته باشیم یا دنبالشون باشیم یا به وجود بیاریم، ازشون حمایت کنیم که دنبال منافع شخصی نباشن، دنبال عدالت باشن. نیاز به راهبرانی داریم. میخوام توجه کنین، دارم میگم راهبر، یعنی معلم، یعنی کسی به ما راه و نشون میده. نیاز به راهبرانی داریم که دنبال مطرح بودن نباشن، دنبال آدم بودن باشن. و در درجه پایانی رهبرانی میخوایم که با پاکی و راستی و از خودگذشتگی
و بدون کوچکترین چشم داشتی حرکت کنن و گام بردارن. خب یعنی رهایی مردم و نجات ایران رو ما در گروه یه چنین چارچوبی میبینیم. نتیجه همه این حرفا چیه؟ یک حکومت مردم سالار ملی، حکومت مردم سالار ملی، و مردم سالار هم درست عکس حکومت خدا سالاریه که همیشه شاه و شیخ داشته. اونا مشروعیتشون مدعی مشروعیت الهی هستن، ما دنبال مشروعیت مردمی هستیم، یعنی حکومتی که از مردم به وسیله مردم برای مردم باشه. و ما اونو در جمهوری دموکراتیک و لایق میبینیم. میدونیم دموکراتیک هممون میدونیم که یعنی باید توش انسان مهمترین و ارزشمندترین چیز باشه. لایق هم یعنی مذهب باید کنار گذاشته بشه، حق شرکت و دخالت در حکومت نداشته باشه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. در رابطه با این که دانشجویان از روی پرچم ها را نرفتن، یه ویدیویی هست که آخوندی گفته اینایی که روی پرچم ها را نرفتن ایرانی نیستن. نمیدونم اونو دیدید یا ندیدید. ضمناً درباره اندیشکده، من این کتاب شما را که بهش میگم کتابچه، ولی دیباچه نوشتش، بله دیباچه اندیشکده، میخوام بهتون تبریک بگم که این برای افرادی مثل من که خیلی تنبلند و ناآشنا با خوندن و اینها، این یه نسخه خیلی خوبی بوده. چون اگر دقت کنیم اون وقتا وقتی مریض میشدیم میرفتیم دکتر، آنتیبیوتیک که میدادن برای 30 روز بود. معمولا وقتی که 7 روز میخوردیم حالمون خوب میشد، باقی آنتیبیوتیکا رو بیرون میریختیم که میگفتن ضرر هم داره برای وجودمون، همین کاری که اشتباه. ولی جدیدن آنتیبیوتیک ساختن که تو 5 روز به اصطلاح کار میکنه. این 51 صفحه هست، ولی باز به دوستان مژده میدم که شما اینها رو بزرگ نوشتید و انتخاب کردید اینجوری که اگه مثلا من اون روز عینکم باهام نباشه ببینم و بخونم. و خیلی جالبه، از جالب بودنش که بگذاریم خیلی ساده است. یعنی من پیشنهاد میکنم این رو یه جوری صفحه به صفحه اگه شما اجازه بدین من عکس بگیرم و به صورت یک همون دیباچه یا کتابچه در اختیار دوستان قرار بدم، یا اگه خود شما امکان پی دی اف کردنشو دارید به دوستان این رو بدید. من در این سفری بودم. بله دکتر جان، این کار انجام بدید. اگر دوستان هر کسی علاقمند باشه بره توی اندیشکده، سایت اندیشکده که شما نشونش دادین، سایت اندیشکده، بعد زیر دیباچه، و وقتی روش کلیک میکنی خودش ورق میزنه براتون. بسیار عالی. یعنی این ورق به ورق دیباچه رو نگاه کنی. خیلی ممنون، خوشحالم که من اینو گفتم که شما این رو بگید و صفحه رو باز نشون میدم. دیباچه کجا هست؟ پایین صفحه هست یا بالا؟ فارسی رو زدین قسمت وقتی میدین تو باید بزنین روی فارسی. نزدم. آها فارسی اینجا. بله بعد اینجا دیباچه اندیشکده. خب خیلی هم خوب، مثلا خود من که چند بار صفحات شما رو دیدم این رو نوتیس نکرد، ندید، متوجه نشده بودم. دوستان اونجوری که آقای لادن گفتن وقتی که به صفحه اندیشکده میری، بذارید صفحه رو من تمامش نشون بدم. وقتی که به صفحه وبسایت این دوستان مراجعه میکنید، یه جایی به شما گزینه فارسی یا انگلیسی رو میده که خود اینم کار به جایی هست، چون بعضی از دوستان الان دیگه براشون فارسی خوندن و اینها مشکل شده. شما به این وسیله تشویقشون میکنید که با انگلیسی خوندن بیان به طرف فارسی. بعد وقتی که فارسی رو شما انتخاب میکنید، اینجا صفحه اول دید و باور اندیشکده، اینها که میان آخرین آیکان نوشته دیباچه اندیشکده، روی اون که کلیک میکنید این کتاب میاد. و بله ببینید 54 صفحه است که با این به اصطلاح شما میتونید صفحات مختلف رو
خب آقا من میخواستم بشینم عکس بگیرم یکی یکی. ممنونم. پس هدف این نبوده که کتابی چاپ بشه بخوان بفروشن و این فقط جنبه آگاهی داره. خیلی جالبه. اگر کسی هم درباره نوشته های این کتاب سوالی داره، نظری داره و مایل هست با آقای لادن تماس بگیره، من وبسایت شما آدرسش رو الان اینجا زیر عکستون هست، andishkade.net، میتونید اونجا تماس بگیرید و ضمناً صفحه فیسبوک آقای لادن رو هم نشون میدم که خیلی ساده امیر اچ لادن همینجوری که اینجا نوشته و فکر کنم کلن حتی اگه فامیلشون هم بنویسید مشخص میشه و ایشون چون کار درستی انجام داده و عکس خودش استفاده میکنه، شما اگر یه لادن دیگه هم وجود داشته باشه میتونید بفهمید که با آقای امیر حسین لادن شما کار دارید. آقای لادن ممنونم که با مشکلاتی هم که داشتید شما لطف کردید و این ارتباط رو برقرار کردید. اگر باز صحبتی هست بفرمایید، اگر نه امیدوار باشیم که در آینده شما رو بیشتر داشته باشیم و اون مژده و خبر رو هم بعدا خودتون به دوستان بگید، چون من گفتم که خود شما در موردش صحبت خواهید کرد. پس به امید اینکه آخر هفته خوبی داشته باشید بازم از شما تشکر میکنم. من ساکت میشم اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. سپاسگزارم. نه فقط اینکه به نظر من اینی که هم میهنانم دارن آگاه آرام آرام بیدار و آگاه میشن یک مژده برای تک تک کسانی که ایرانو دوست دارن و میخوان ملتمون و کشورمون سربلند باشه. آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو میکنم. ممنونم از شما. پس امیدی هست. خیلی ممنون که امیدوارم کردی. سپاس. با امید دیدم. خب دوستان عزیز با آقای امیرحسین لادن بودیم و از ایشون تشکر میکنم. از شما ممنونم که با ما بودید. اگر شما صحبتی سوالی دارید در فیسبوک بفرمایید. و سوالی که ایشون مطرح کرد این بود که این پدیده جدید که دوران نادانی در حال سپری شدن هست، آیا شما هم با ایشون هم عقیده هستید، باور دارید یا فکر میکنید که دیدید که بعضیا میگن نه آقا 100 سال دیگه ما اینجور نمیشیم اونجور نمیشیم؟ بگید نظر شما چی هست. فقط اجازه بدید من اینها رو تنظیم کنم که این اطلاعات رو به شما نشون بده. یکیش این آدرس پیپل ما هست که خیلی هم ساده است. ضمناً اون دوستی که از کانادا لطف کرد و مبلغ 77 دلار یا 100 دلار کانادایی فرستاد، ما نتونستیم اون پول رو دریافت کنیم. اگه ایشون خواستن لطف کنن به وسیله وسترن یونیون برای ما بفرستن یا به وسیله مانیگرام یا به وسیله ونمو. و خیلی جالبه که این همه از ارتباط دنیا، از اینکه دنیا شده یک دهکده کوچک صحبت میشه، ولی شما پول از کانادا به اینجا میخوای بفرستی مشکل داره، پول از اینجا میخوای بفرستی کانادا یا کشورهای دیگه هنوز مشکل هست. و اینجا دیشب نوشتم که سفر رفتم یا سفر کردم که از یادم بری، دیدم نمیشه. شما باورتون نمیشه، من وقتی که خارج از شهر بودم اینجا میگن out of town، این شرکتی که براش کار میکنیم نوشت که خب 15 میتونی کار کنی. گفتم نه بابا من 15 ساعت 8-9 شب میرسم دیگه، تو این سن و سالم پیرمردیم نمیتونیم. گفت خب 16 چی؟ گفتم بله دیروز اینجا گفت که این جاب کنسل شده. نوشتم چه بهتر، خیلی هم خوشحالم که کنسل شده و میخواستم بیام با شماها باشم، ولی حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه کارهای دیگه پیش آمد و خیلی خوشحالم که امروز تونستم با شما باشم. دوستم در تلویزیون مردم، شما هم میتونید با هر عقیده و نظر و حتی اگه مخالف من باشید که بهتره، به من مثل ماشین سوخت میدید که من این ماشین باورهای خودم رو را بندازم. شما الان دیدید، نمیدونم متوجه شدید یا نه، آقای لادن با من مخالفم. من میگم که مگر از داخل خود اینها کسی بیاد حریفشون بشه که احیانا اصلاح طلبن. البته این کلمات در طی تاریخ به وسیله کارهای زشتی که اینا انجام میدن اون کلمه هم معنیش عوض میشه.
و الان کلمه اصلاحات یک کلمه بدی شده. بهتون گفتم تو مغازه این دوستمون بودیم، گفتم این گفت خب شما چی میگی؟ گفتم من فکر میکنم. آقا فوری صداش رفت بالا، آقا اصلاحات که نگفتم بابا جون، ریلکس، کام داون، شما چی فکر میکنی؟ بگو بله من اسلحه میگیرم. گفتم من اسلحه رو بهت میدم، بلیط هواپیما هم بهت میدم. کی میری ایران؟ گفت خب حالا که نمیرم. بله آها، پس هنوز به اون بدی نشده، یعنی از اینم بدتر میشه، نمیدونم. در صورت اینم این ماجرای استیزا، سوگند یاد کردن و امضا کردن و عمل نکردن درباره مجلس سنای آمریکا بهتون گفتم. چرا گفت 99 نفر من متوجه نشدم و خیلی جالبه. رئیس دیوان عالی اینجا میاد، سوپریم کورت، اول اونا اینو قسم میدن. این ماجرای قسم هم خیلی جالبه برای دوستانی که هی میگن دین باید از حکومت جدا باشه. آقا در مجلس سنای آمریکا به قاضی القضات میگن دستتو بذار رو قرآن، روی انجیل، دست راستتو ببر بالا، دست چپتو بذار روی این، قسم بخور، قسم میخور. بعد اون میاد به اونا همینو میگه، دستتونو بکنین بالا. این ماجرای دست کنید بالا و اینا رو هم نمیدونم از کجا شروع شده، اگه کسی میدونه اینجا بنویسه. آقای مانی خورسندی لطف کردن نوشتن سلام، ولی جوک نسازیم از این واقعه. آقای خورسندی از شما بعیده، از خانواده خورسندی بعیده که درباره جوک و طنز به دوستان بگن نسازید. دوست عزیز، بهترین داستانهای غم‌انگیز، بهترین اتفاقات غم‌انگیز، به قول اینا کاتاستروفی، فاجعه رو شما میتونی در قالب طنز و جوک به مردم بگی، خبر برسونی. و وقتی که این دوست ما از خلیج فارس برای من نوشته بود که آقا یک نفر زنده مونده، من گفتم اه چجوریه که هیچ کس از این یک نفر زنده موندن چیزی ننوشته بود و فقط این دوست ما خبر داره. وقتی خوندم دیدم اینا درست داستان ماجرای حقیقی سپتامبر 11 که یک آقایی به خانمش گفته میرم سر کار و رفته بود خونه دوست دخترش رو به صورت این درآوردن که این آقا بخواد بره اوکراین و اینا. و نه، اینجوری نکنید آقا، نگید به دیگران، بذارید اون بگه، اون بخونه، اون پخش بشه. شاید منی که اینجا می‌نویسم عباس آقا میخواست بره دختر بازی یا دوست دخترش اینجوری گفت، طرف بیاد اصلا بخونه بگه اصلا من از اخبار بی اطلاع بودم، ماجرای هواپیمای اوکراین چیه، ماجرای ایران چیه، ماجرای نمیدونم درگیری های اخیر چیه. در صورت همدیگر رو محدود نکنیم. همون جوری که برای اون دوستم نوشتم که شما میتونی با نظر من مخالف باشی، شما اینو نذار، شما این نوریزاده رو پخش نکن، ولی اجازه بده دیگران ببینن. تا اگه این میاد با پررویی اینجوری فکر میکنه که 40 سال به مردم ایران، آقا چه خدمتی به ما کردی که امروز طلبکار ما شدی آقای نوریزاده. اگر این ویدیو پیش نیاد این صحبت ها نمیشه. درستا ممنونم، خیلی خوشحالم که شما بیننده ما هستیم. آقای مستشاری اینجا هستن، ایشون چند روز قبل پدرشون رو از دست دادن، بهشون تسلیت میگم. من خودم چون پدرم همیشه مسافرت بود فکر میکردم که خب ماها خیلی قوی بار اومدیم و داداش بزرگمون و اون داداش بزرگتر از من و اینها، و وقتی که پدر من فوت شد اون موقع آدم حس میکنه که اصلا یه ستون بدنش مثل که، یعنی پدر رو میشه به عنوان اون میله وسط چادرهای بزرگ قرار بدی. بله این ورورم چند تا چوب هست که ماها هست، این بندم هست که فرزندان اون هستن، ولی این چادر اصلی با اون پدر و مادر هست. در اصل به ایشون تسلیت میگم و من به این که میگن غم آخرتون باشه باور ندارم. اینم یکی از اشتباهاتی هست که ما ایرانی ها میگیم غم آخرتون باشه، یعنی بعد از این نوبت شما باشه دیگه، هیچ کس فوت نکنه. به نظر من بهتره به این دوستان بگیم که ما رو در غم خودتون شریک بدونید، و آقای مستشاری من رو در غم خودتون شریک بدونید، چون من میدونم یا حس کردم اون درد از دست دادن پدر رو. روان ایشون شاد، یادش گرامی بود. خب دوستان عزیز، برنامه سربی با مردم جمعه 17 ژانویه سال 2020 رو
به شما تقدیم کردیم و چند دقیقه دیگه هم با شما خواهیم بود و این خبرها رو برای شما میخونم. نشست فوق‌العاده ناتو برای بررسی تنش میان ایران و آمریکا. این ناتو که میدونید چند تا کشور هستن، نورت امریکا سامتین، بعضی ها میخونن ناتو. ناتو کسایی هست که سرراست نیستن، صراط مستقیم بلد نیستن، آدم های ناتوی هستن. درستان میگه نشست فوق‌العاده ناتو برای بررسی تنش میان ایران و آمریکا. تأکید دوباره ترامپ مجاز به حمله، مجاز به حمله به اماکن فرهنگی ایران هستیم. ترامپ احمق باز گفته که ما خودمون رو مجاز میدونیم به اماکن فرهنگی حمله کنیم. این نمیفهمه که با این کار حتی اونایی که دشمن خونی آخوندها هستند با ترامپ همراه و همگام نخواهند شد. برای چی؟ برای که این شارلاتان اگر فهم داشت تو این سن و سال با این سابقه کثیفی که داشت اصلا پاشو تو واشنگتن نمیذاشت، تو همون نیویورک میچرید تا عمرش تموم بشه. چون آمد واشنگتن و مجبور شد بره دیگه فلوریدا، دیگه نمیتونه بره نیویورک، مجبور شده بعد از اینجا بره فلوریدا زندگی کنه، چون تو دادگاه های نیویورک چپ و راست برش پرونده ها داره آماده میشه. البته اینجا اینجوریه که اگر نیویورک اون ساودر فکر کنم دادگاه جنوبی هم چیزی هست اون حکم بده و این اندایت بشه و محاکمه بشه و محکوم بشه و مجرم شناخته بشه، یقهشو میگیرن از اونجا میکشن میارن. و اینجا سیستم اینجوریه که یه نفر اگه دو نفر کشته باشه توی یک توی این ایالت، تو اون ایالت، تو اون ایالت دو بار به مرگ محکوم شده، باز میگن بعد از این دو بار به مرگ محکوم شدن یه بارم اونجا حبس ابد باید بکشه، که بعض وقتا خنده داره، بعض وقتا هم اتلاف پولای دادگستری و مردم این مملکت، ولی در هر صورت این نشون میده که اینجا قوانین اجرا میشه. پیکر قاسم سلیمانی در تهران تشییع شد. این مال کی بوده؟ اجازه بدید من میگم که بله این خبرها رو یکم باید میمدم بالاتر. بله برنامه امروز از اینجاست. آخه میگم که اون ترامپ دیگه انقدر احمق گفت که همه اعتراض کردن دیگه الان خفه شده، چجوری دوباره نوشته بود تعجب کردم، ببخشید. اون مال هفته قبل بود. لاروف که اینجام بود و با وزیر امور خارجه روسیه با ترامپ اون فضاحتشون و اینها کاملا معلوم شد بعد از اون ماجرایی که رئیس FBI رو اخراج کرد، بعد فقط با این دو نفر از روسیه توی کاخ سفید بدون وجود هیچ خبرنگاری کسی صحبت کرد و بعد نوارش روسیه به اصطلاح یا نوشتش روسیه منتشر کرد که این گفته که این کومی دیوونه بود، من از دستش راحت شدم، یعنی دیگه هر غلطی میخوایم میتونیم انجام بدیم. این لاروف گفته همزمان با سرنگونی هواپیمای اوکراینی 6 جنگنده در پرواز بودن. اینو برای پتیک فرستادم، پتیک گفت فقط 6 تا، اینا که شب و روز اونجا در پروازن. بعد براش یه عکسی فرستادم که حالا به شما هم نشون میدم. این عکس رو USA و ایران اگر بتونم پیداش کنم، و این نشون میده که ایران، حالا داخل ایران ما چقدر افرادی داریم که به اصطلاح مامورای آمریکا هستن بمانه، ولی شما به این نقشه توجه کنید، ایران و دوربرش تمام اینجا، بعد تازه اون بالاهاش و اینها هم فکر تاجیکستان و ارمنستان و اینها رو یادشون رفته که اونجا هم پرچمای آمریکا رو بزنن. این پرچمای آمریکا نشون دهنده وجود بیس های ارتش آمریکاست. امروز من آقای فرزاد نیساری رو ندیدم، چون فکر کرده بودم که اگر آقای امیر حسین لادن نتونن با ما باشن با آقای فرزاد نیساری صحبتی داشته باشیم. حالا دعوتشون میکنم برای برنامه های بعدی. و اما بریم سراغ این نوشته ها. پس من این اسکایپ رو ببندم که
دوستان وقتی با کامپیوتر کار میکنین هر برنامه ای رو که نمیخواین راحت ببندید، چون تازه شما وقتی اینا رو میبندی اونا اون پشت دارن برای خودشون کار میکنن. حداقل ببندین که از لحاظ ویدیو کارت و از لحاظ بندویت اینترنت و اینها مشکلتون کمتر بشه، نه مشکلتون برطرف بشه. و اما نخست وزیر اوکراین استعفا داد. جالبه که من یه جا خوندم قطر میخواد 10 بیلیون دلار به اوکراین بده. من متوجه نشدم. البته بعضی ها میگن که چیزی که قاسم سلیمانی رو زد، میگن از قطر اون درون بهش میگن پرواز کرده. حالا این همون قطریه که همه عربا بهش بد شده بودن، ایران بهش اجازه میداد هواپیما پرواز کنه چنین و چنان، ولی روزگار غریبی است و سیاستمدارا روی هیچ حرف و عملشون اصلا نمیشه حساب کرد. و اما اینجا این خبر هست که نخست وزیر اوکراین استعفا داد. ببینیم داستانش از چه قراره. من اینجا میخونم براتون. میگه که در پی انتشار اظهاراتی از وی که در آن به عمل کرده ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور انتقاد کرده بود، صبح روز پنجشنبه از سمت خود استعفا داد. اونجا مثل ایرانه، حرف بزنی میگن برو. درباره حرف بزنی میگن برو، خانم دختر جوونی توی تلویزیون باهاش مصاحبه کردن و این احمق مثل که هیجان زده شده گفته چنین و چنان و اینا. خب هر کی نمیخواد بیاد جمع کنه بره. و دوستان خیلی برآشفته شدن آقا یعنی چی بیاد جمع کنه بره و اینها. آقای آریانپور خیلی قشنگ نوشته بود که خب مگه همین حرف رو شاه که نوکر و خدمتکار مردم ایران باید می بود نزد؟ زمنان چه خوب که میزنن، چون همین حرف به مثل تیشه به ریشه حکومتی زد. حالا یه جوون بی تجربه اینو گفته که احتمال زیاد اینم باعث همین میشه. از اینا همه بهتر آقای امیرحسین لادن درباره اینکه شاه و حزب رستاخیز وقتی درست کرد گفت هر کی نمیخواد بیاد پاسپورتشو بگیره بره، ایشون نوشته بودن که چرا مردم که صاحبان این مملکت هستن برن، شما برو که هم خرجت کمتره. حالا من اینم اضافه میکنم، هم در کشورهای دیگه خونه و زندگی و پول داری و دیدیم که همین هم شد. حرف آقای لادن درست شد، مردم هنوز صاحب اون مملکت هستن. و اون جوان نادان، دخترم از یه خانم چیزی هست، جوانی هست، به اون میگیم، به دولت مردا میگیم که شماها خدمتکاران مردم هستید. و یادتون باشه هر روزی که از این پاتون رو فراتر بذارید آماده این باشید که مردم شما رو با لگد از مملکت بیرون کنند. دفتر ریاست جمهوری اوکراین دقایقی پس از رسانه‌ای شدن استعفای نخست وزیر این کشور خبر یاد شده را مورد تایید قرار داد و اعلام کرد که این درخواست در دست بررسی است. یعنی اون استعفا داده، اینا حالا روش کار میکنن. نخست وزیر اوکراین با انتشار پستی بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک ضمن اشاره به تعهد خود برای اجرای برنامه ارائه شده از سوی زلنسکی رئیس جمهوری کشورش، وی را نمونه و الگویی برای پذیرفتن حقایق و شایستگی توصیف کرد و نوشت به منظور رفع هر گونه شک و شبهه در خصوص عدم احترام و بی‌اعتمادی به رئیس جمهوری نامه استعفای خود را نوشته و ارسال کردند. حالا لابد اون میگه آقا کجا میری از این تعارفای سیاسی، وایسا تو رو خدا نرو. و مثل اون نامه استعفای ظریف که هنوز هم در مصدر کارش هست. و اما بریتانیا حزب الله لبنان را به طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این لیستای سازمان‌ها هم خنده‌داره. از اون زمانی که من و شما یادمه PLO رو گذاشتن سازمان تروریستی، اونا میگفتن
آزادی بخش فلسطین این میگفت پر. بعد آمدن توی همین کمپ دیوید و تو کاخ سفید با هم نشستن و اون آوردن بیرون. بعدش سازمان مجاهدین رو گذاشتن، مال ایرلند IRA بود چی بود اونو گذاشتن، اونو در آوردن. اینم شده یه بازی کثیف سیاسی. خب و اما این یورو نیوز هم یک خبری را الان 2 ماه گذاشته اونجا. اپرای بانوی گمراه این بار با ملکه اینستاگرامی پاریس را تصفیه کرد. من نمیدونم اینا بعد از چند روزی خبرها را باید بکشن از چیز بیرون. درود. بله آقای نیساری هم اینجاست. آقای نیساری امروز دیگه وقتی آنچنان نمونده، اگه میخواین به صورت کوتاه 5-10 دقیقه صحبتی در این رابطه با جریانات اخیر داشته باشی، من چیز رو روشن میکنم، شما تماس بگی. اگه نه که یه فرصت دیگه با شما باشیم تا بتونید 15 دقیقه تا نیم ساعت با ما صحبت کنید. الان فیسبوک من اسکایپ مردم تیوی روشنه، شما تماس بگیرید اگه میخواین صحبت کنید. اگه نه، چون من قبلا درباره شما صحبت کردم، در یه برنامه میخوام که نظرات شما رو درباره جریانات اخیر بدونیم، از ماجرای ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا به دستور ترامپ، از ماجرای تظاهرات برای تشییع جنازه، از ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پاسدارا و جریانات تظاهراتی که هنوز هم ادامه داره و حتی این صحبت خامنه‌ای در نماز جمعه امروز که ما آخرش هم نفهمیدیم. آها متاسفانه در راه هم، دوشنبه خوب است. خب پس با هم تماس میگیریم. بله این حسن وسایل ارتباطی این روزا اینه که شما با تلفنتون هم میتونید فیسبوک داشته باشید. ما یه شماره تلفنی هم داشتیم، با تلفن معمولی هم میتونستید تلفن بگیرید، ولی این شرکتی که آمد جدیدن از اون آدیو ناو یه چیزی دیگه شده زینو و مشکل کار کردن باهاش، سرویس خوبی هم نمیده. ما هم گفتیم ما نخواستیم و این مرحمت فرموده ما را مس کنیم، ولی دوستانی که یکم وارد باشن میتونن از یوتیوب، از فیسبوک و از وبسایت خود مردم tv.com هم به اصطلاح برنامه ها رو داشته باشن. سعی میکنیم به صورت آدیو هم یه جوری بذاریم، ولی بعضی وقتا وقت میگیره و اینجا حالا همه جای دنیا وقت طلاس، اینجا دیگه بیشتر و بیشتر. و اما نگفت آقای خامنه‌ای، نگفت مردم صدای انقلاب شما را شنیدیم و ای کاش میشنید یا صحبتی میکرد. دوستان نظر شما درباره دکتر نوریزاده چیست؟ من اینجا نوشتم خجالت هم چیز خوبی است. و اینکه بله اینجا نوشتم قطر 3 بیلیون به اوکراین پرداخت میکنه. قطر چرا؟ یه هنرپیشه‌ای بود به نام خانم نوری کسرایی. این خانم برعکس همه هنرپیشه‌ها که لب و چاق و توپل و سرخ و سفید بودن، این خانم سبزه بود. و منم چون از شیراز بودم، خب میگه که چی میگن آدمی که همرنگ خودشو میبینه، بچه بودیم، ایشون 5-6 سال از ما بزرگتر. از همون اوائلی که فیلم های ایشون رو دیدم اصلا از نوری کسرایی خیلی خوشم میمد. فیلم هایی هم که بازی میکرد فیلم های خوبی بود، تا بعد رسید به اون فیلم های لختی و سیکسی، نمیدونم با منوچهر و سوخ و با نمیدونم این و اون و اینا. ولی فیلم هایی که بازی میکرد، نقش یه خانم بلوچ رو بازی میکرد و اینها، خیلی هنرپیشه خوب و قویی بود. این که میگم چند روز پیش ایشون درگذشت و متاسفانه در منزل خودش تنها فوت شد و بعد از 2-3 روز گویا همسایه ها و پلیس و اینها فهمیدن. ولی یه چیز جالبی براتون بگم، من خب بچه شیراز هستم، این عموی ما اون پشت مسجد نو و گلدسته و اونجاها خونشون بود، بین اون مثلا شاه چراغ و محفل بهایی ها، و یه حمامی بود اونجا. یه روز این پسر عموی من اومد گفت که فردا قراره بیان اونجا فیلم برداری کنن، میخوای بیای؟ گفتیم میای، میریم. رفتیم اونجا و وایستادیم و خب فقط باید میشناختن، اطلاع میدادن تو و اینم میشناختن دیگه، خودش و داییش و اینها. خلاصه رفتیم تو و
اونجا من خانم نوری کسرایی رو دیدم که وقتی آمد گویا قرار بوده که سر بینه هموم، چرا میگفتن بینه، سر بینه هموم ایشون بشینه و به اصطلاح لخت باشه. خب همه جوان هم آب از دهنشون را افتاده بود که الان خانم نوری کسرایی لخت میشه. خانم نوری کسرایی گفت که وقتی مردم معمولی اینجا باشن، حالا اونم یه فیلمی است، جلو آدمای پروفشنال لخت میشه، جلو مردم معمولی که 50 تا 30 تا است. نه انقدرم نبود، حموم گلدسته بودن چون خیلی کوچیک بود است. خلاصه لخت نمیشن، ولی دوستان گوش کنید، زمان زمان شاه بود، کارگردان و دستندرکارا به این نتیجه رسیدن که خب میرن یک خانمی رو از شیرین بیان شیراز بر میدارن میارن، مثلا پول یه روزش بهش میدن، اون از پشت که لخت میشه هیکلش قد چیز باشه. حالا شما ببینید، اولا فیلمی که همه ارزشش به این باشه که بدن لخت نوری کسرایی رو نشون بده، مرشون اون فیلم رو ببره که همین فیلم ها باعث انقلاب شد بماند. خلاصه ما هم از رو نرفتیم، وایسادیم تا اون آوردن و اینها، ولی بعدم اصلا یادم نیست این فیلم چی بود، اصلا دیدم یا ندیدم، ولی من خانم نوری کسرایی رو اونجا دیدم. روان شاد، یادش گرامی باد، اینا هم بند خداها توی مسیرهای خاصی افتادن، هنرپیشه شدن. اینجور نبود که همین آمریکا هم شما نگاه کن، این آقای که الان با عصا میاد و میره و اینها چیه، وینشتن یا همچیزی اسمشه، من بعضی از این کلمه رو هنوز خواستم میگم عربی تلفظ کنم، هنوز آلمانی میگم، این وینشتن یا همچیز فامیلش هست. ببینید چندین زن رو این سکشوال ابیوز، یعنی مورد سوء استفاده و آزار جنسی، خیلی از اینا، یا اون بیل کازبی که پدر آمریکا حساب میشد، خیلی از این خانوما هم اون زمان حقیقتا ول نکردن در ببندن برن بگن نخواستن، چون دیده موفقیتش در گروه این کاره، گفته خب حالا نیم ساعت یه ساعت هم اینجا هستی. بماند که خیلی از اینا هم اون بیل کازبی دوا ریخته بود توی چیزاشون، مشروبشون اینها. در هر صورت توی ایران هم یک همچین چیزی بود که یه نفر یه جایی یه کسی رو میدید هیکلی داره و فلان، اینا بهش وعده و وعید میداد و میبردش. اینجوری نبود که همه اون هنرپیشه ها درس هنرپیشگی خونده باشن، به اصطلاح استعداد داشته باشن، اینا رو دیگه خودتون دیدین، از فروزان، مرجان، حاله، نمیدونم اینا، یکی یکی اسم ببرید. میگم که I'm driving to it cuts off. آها، آقای شهروز ساسانی میگه. خب آقای شهروز ساسانی، وقتی شما رانندگی میکنی و قطع و وصل میشه، اون دیگه تقصیر سیستم سرویس اینترنتی که داری. خود من وقتی از اینجا رانندگی میکنم میرم بیرون، همون سیستم آدیو ناو رو میگیرم که فقط اولا با تلفن دیگه، چون سیم تلفن و فلان اینا قطع نمیشه، البته ما با تلفن دستی چی میگن همراه میگیریم، ولی دیگه قطع نمیشه، با کاری به اینترنت چیز نداره، ولی اینا رو خود شما باید امتحان کنید. و سفارش من به شما اینه که حواستون به رانندگی باشه. و اما عراق از سرگیری عملیات‌های مشترک با نظامیان آمریکا را تکذیب کرد. این بدبخت یتیم شده عراق هم اسیر شده، از اون ور حکومت ایران بهش دستور میده، از این ور حکومت آمریکا و دیگران مونده این وسط. و اما میگه اوکراین برای بررسی هک شدن بوریسما به دست روسیه از FBI کمک خواست. این بوریسما اون شرکتیه که پسر جو بایدن، معاون اوباما، بهش الکی گفتن بیا شما جزء هیئت امنا باش و مای 50,000 دلار، سالی 600,000 دلار هم بهش دادن. همه این ماجراها شروع شد و همین بود که ترامپ فکر میکرد که با استفاده یا سوء استفاده از این موضوع میتونه جو بایدن رو از این
فعالیت های به اصطلاح انتخاباتی عقب بزنه و آمد و اون تلفن رو زنگ زد به رئیس جمهور اوکراین. و دیگه بعدش شما میدونید کسی که این همه کثافت کاری، کسی آقا دوستان، آقای رضا سلامی، حتی اون واچداگ دولت که مال همین دولته، اون دیروز اعلام کرد که ترامپ و ادمینستریشنش کارهای خلاف قانون انجام دادن. حالا شماها هی بشینید بگید این بیزینسمن موفقیه، آقا این بیزینسمن موفقی هم نیست. اگه بیزینسمن موفقی بود پولی در آورده بود، اعلام میکرد این پول، این همش به دزدی و کلاشی امور خودش گذرونده تا امروز. امروز هم که مجبور شده بیاد رئیس جمهور بشه تا از این به اصطلاح نمد برای خودش گلیمی بسازه. گلیم هم ساخته ولی فعلا نمیتونه از این آب بکشه بیرون، افتاده اونجا مونده، ببینیم چه خواهد شد. من که امیدوارم این ترامپ از وایت هاوس به اصطلاح اینجا بلک هاوس هم میگن یا بیگ هاوس، به زندان میگن، و امیدوارم اینجوری بشه، ببینیم چه میشود. و اما میگه که حضور آب میوه ایرانی روی میز مذاکرات جنرال آمریکایی با مقامات افغانستانی که 4 دهه همین آمریکایی ها با پول و اسلحه در مقابل نفوذ ایرانی ها نقشه کشیدن بسیار معنادار است. حالا من این عکسم به شما نشون بدم. نه این نیست، اجازه بدید اینو خاموش کنم. اینه کپچر 3 رو خطه ماها که نمیشناسیم این آب میوه و اینا رو، ایرانی ممکنه متوجه نشیم، ولی اونی که نوشته میگه که بله، حالا هی بگید نگید مرگ بر آمریکا و به این شایعه دل خوش کنید که میگه ببینید ژاپن مرگ بر آمریکا نگفت، اما امروز تلفن پاناسونیکش رو روی میز رئیس جمهور آمریکاست. اعتراف میکنم ایستادگی ایران در مقابل آمریکا را ستایش میکنم. این مهین و سادات صمدی اینو نوشته. بله در اصل پرید رفت بماند. و اما سوالی که همچنان بی جواب مانده است و امروز توسط برخی از مردم دوباره مطرح شد، آیا کسی که صبح جمعه خبردار شد که بنزین گران شده، صبح جمعه هم خبردار شد که باید پرواز را متوقف میکرد؟ من اینو متوجه نمیشم. این راجع به دولت و اینها هست که گفتن ما صبح جمعه متوجه شدیم، حتی یعنی دولت هم نمیدونسته. و این ماجرای ایران بعض وقتا اخبارش رو من متوجه نمیشم. شما اگه متوجه میشید شما هم بیاین برنامه بذارید و هفتگی اخبار ایران رو برای ما تفسیر کنید. بارها گفتم آقا اخبار که دیگه تفسیر نمیخواد. میگه که چه کسی در زمان آماده باش پدافند اجازه پرواز هواپیمای اوکراینی را داد. این اگه نگاه کنید یک سری دخترای جوان و خانمای محجبه هستن که این سوالات رو میپرسن. اینجاست که دولت ایران باید ببینه که فقط اونایی که مخالف شما هستن نیستن. ببینید سرداری آبرو داد تا فت را بخونم. نمیدونم این پشتش، نمیتونم بخونم. خلاصه حتی از طرفدارای خودشونم اعتراض میکنن و وقت اون رسیده که اینها با مردم در نیفتن و هر کی با مردم در افتاد ور افتاد. پس ببینیم چیز جدیدی برای شما خوندیم یا نه. بله در سر تا سر آمریکا شنبه 25 قرار تظاهراتی باشه بر علیه دولت آمریکا و جنگ افروزانی مثل این مردک پامپو، دیوانه های مثل این شارلاتان ترامپ که میگه Saturday January 25 25 join the global day، یعنی روز جهانی، و پروتست کنیم، تظاهرات درباره no war on Iran، جنگ
با ایران نکنید و شما هم ببینید کجا هست در شهر و دیارتون، اگه خواستید برید. دوستان عزیز، ساعت 3:58 دقیقه است. این هفته هم ویدیوی جدیدی از آقای ناصر ارشاد دریافت نکردم و به مجرد اینکه ایشون ویدیوی جدید بفرستن ما هم اون ویدیو رو برای شما پخش میکنیم. پس به این ترتیب ویدیوهایی رو که میتونم براتون پخش کنم برنامه قبلی هست. برنامه زندهی داشتیم با آقای مرداد ساغرچی، برنامه بسیار جالبی بود. برنامه خود من هست و یه ویدیویی هست که آقای دکتر شهرام ایرانبومی مصاحبه میکنه با یه رادیویی. به نظر من این ویدیو به جامعه ما کمک میکنه. اینا رو از مردمتیوی.com میتونید تماشا کنید. اجازه بدید تا من این مردمتیوی.com رو هم بهتون نشون بدم. ساعت از وقتی مردمتیوی.com رو مینویسید اون وسطش مینویسه برنامه زنده، روی اون که کلیک کنید میبردتون توی چانال ما، توی کانال ما توی یوتیوب. حالا بعضیا وقتی رفتید اونجا دیگه اینو نگه دارید و استفاده کنید. آقای مجید تفرشی یکی از دوستان محقق ما که این افتخار رو من دارم با ایشون مصاحبه کردم، اگر فرصتی بشه باز هم نظرات ایشون رو داشته باشیم در برنامه‌های آینده آگاه میشیم. پس همین جا این رو به عنوان دعوت از شما یا دعوتنامه ما به شما قبول کنید و اگر وقت دارید بنویسید تا یک وقت با شما باشیم، ببینیم این جریانات ایران و انگلستان و اینها به کجا میرسه. آقای نیساری آیت الله خامنه ای رو نوشتن: آیت الله خامنه ای شب جمعه با امام زمان در مقبره خمینی مشغول عشق بازی بوده، فرداش با خبر شده. شما درباره این میگین، یکی از این آخوندهای پیر گفته بود یا نوشته بود که امام زمان اولین کسی بوده که به خامنه ای تسلیت گفته. بعد سعید از کالیفرنیا نوشته بود خب این امام زمان خبر نداشت که یا قدرت نداشت جلو کشته شدن سردار سلیمانی رو بگیره. اینقدر این مزخرفات، این کلمه مزخرفات و خرافات خیلی با هم نزدیکه، اینقدر گفتن که آدم نمیدونه از کجا بگه. پس ما 3 ویدیو براتون پخش میکنیم، یکیش دکتر ایرانبومی، یکیش کانون آوا و یکی هم برنامه سربی با مردم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. میگه که ترامپ is a lousy boss mob. این لوزی آدم های شلخته هستن و باس ماب هم میگه که رئیس های مال مافیا و این سازمان های گنگستری و اینها هستن. بابا اونا اقلا این پدرخوانده و اون الکاپون و اینا یک آدمی بودن، یک کاری انجام داده بودن. این مردک اصلا یک چیز بی نظیریه که فقط تونسته قدرت آدم های عقب افتاده و مذهبیون آمریکا رو به اصطلاح استفاده کنه و خودش رو و کمکاری دموکرات ها مخصوصا هیلری کلینتون قره شد به نفر اول بودن خودش و اون حالی هم که داشت یکی دو بار این بر اون ور مثل قش کرده بود از حال رفته بود اینجوری شد. ولی با همه اینا یادتون باشه که هیلری کلینتون 3 میلیون بیشتر از این مردک رأی آورده، ولی سیستم انتخابات آمریکا اینجوری هست. در صورت آقای ساسانی هم درست میگم ساسانی موافق هستن با ما. خیلی ممنون دوستان از اینکه با ما بودید. بیشتر ممنون میشم اگر این برنامه رو با دوستانتون هم شیر کنید، جای بحث و گفتگو شروع میشه. و ممنون و ممنون تر میشم اگر تلویزیون مردم رو حمایت کنید. بازم از اون دوستی که زحمت کشید و پول فرستاد توسط بانک خودش از کانادا تشکر میکنم و خاک بر سر این بانک‌های آمریکایی که ما نتونستیم اون پول رو بگیریم. دوستانی که امید بستید به ترامپ و امید بستید به آقای پامپئو که شیرازی‌ها بهش میگن پامپئو، نگاه کنید من براتون این توییت فارسی
پامپو رو میخونن، حالا دیگه اینا هم یاد گرفتن، یکی پس از دیگری فارسی مینویسن. میگه که صدای آمریکا گفت وزیر خارجه آمریکا بعد از جراحی آیت الله سیستانی در یک پیام توییتری گفت که دعای من و میلیون ها عراقی که آیت الله سیستانی برایشان منبع روشنگری و الهام است همراه ایشان است. حالا این پایین فارسیو میخونم، میگه مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت شکرگزارم که جراحی حضرت آیت الله سیستانی امروز در عراق با موفقیت انجام شد. دعای من و میلیون ها عراقی که آیت الله سیستانی برایشان منبع روشنگری و الهام است همراه ایشان است. از خداوند میخواهم به ایشان شفای عاجل و عمر طولانی عطا کند. ببینید دوستان، این رئیس جمهور و این هم وزیر امور خارجه. حالا شما بشینید به این امامزاده ها هی بند ببندی یا پولتونو بریزید توی ذریع اینها. روز روزگار بر شما خوش. برنامه های تلویزیون مردم اینجوری بود، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه. از بس شما حمایت نکردین ما اون روزا مجبوریم بریم سر کار، فعلا جمعه. اینم به خاطر تعهدی که به دوستان دادیم. و اگر مایل باشید ساعت برنامه یا دفعاتش بیشتر بشه باید سر کیسه رو شل کنید. اینجا هم آفتاب داره میزنه، میبینید اینجا اون وقت آقای خوشنودی برای من میبینید آقا نور خورشید افتاده، خوشنودی هم از ما قهر کرد. خوشا باقی که طوله، طوره نه، طوره میشه شقا، من میگم طوله چون این جوانتر از منه بهش میگم طوله، طوله ازش قهر کنه. دوستان مواظب خودتون باشید، آخر هفته است. اگر اهل مشروب نوشیدن هستید به اندازه کافی بنوشید، نه خودتون رو به بیمارستان و قبرستون و زندون برسونید و نه دیگران رو. مرسی که با ما بودی، برنامه ها رو دنبال میکنید. روز روزگار بر شما خوش.